شکر خدا که اسمال آقا آزاد شد از زندان. سلام شاکرم علیکم علیم باش خدا رو شد که آزاد شدین. وقتی شما نبودی نابود نمون باش اون محلت میکردن چه یرکی نه کرد پاچه ای تعبیره دیم. آره والا حالا پاچه در زندون اتاق کردی که ما برگردیم آفت چی بمون بشه. آره والا کفت کاری آره والا درد بی درمون آره والا ببینم بی پدر مادر این دست کرده کرده دیگه کی میگه کرده خوده خوشم اومد خوب چخون میکنی بیا اینم دست خوش دروغه سیل زمینی نگاه کن کی اومده پیش بازمون اینه هو گرگ بود یا جد آشا چجوری هرگ اسمال سب توی سبز میدون بگ پر تو بغر اسمال جون جا بریم سوار شیم سوار شیم سب توی دیدی بزنم بچم 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 چه خوبه آره که خوبه فداد شم آخ که تو با من چه کردی زن ماشینت کجا اونجاست مار دوزی موزی نباشه ما تازه از زندون در اومدیم میگم کاش که یه خرموره چیزی به خودت آویزون میکردی که نظرت نزنه برو سوار شو برو آنش شو برم برو نازه شو برم جانمی حد کرد من اومدم آره خیلی دلم واسه تنگ شده بود نگو که دلم میگیره بعد مصاب چی شدی آب رفته زیر جلدتا استخون تو رکوندی برو بریم را بند اومد جون اسمال گرفتارتم بیا تو بغل حاجیت که مدت هاست بی نصیب رفتیم بابا رفتیم طرافی این سما زمین رو تو میری سرش در میارم این دفعه میخوام جلو چشات خوزه قلی یخی رو اینه ها سجد به زمین بمارم تو رو به خدا بسه آخه تو این میون من چه گناهی کردم هر روز که روز خداست یا زندونی یا کلونتری خب میگی چی راست حسینی بشینیم زیر بامبول حق چی نامرده با کاشکی کلا دونه 1,000,000 تومن میشد که هر نامردی نتونه سرش بذاره تو اگه منو دوست داری باید دست از این کارا برداری دست رو دلم نذار بعد مصب مگه میذارن آدم تو را که خودش باشه صد بار خدا توبه کردم عاقبت کم توبه گرگ مرگ حساب در اومد اسمال جونه جون دلم تو با من چه کردی تو بلوم و بلوم میخوام گل بیدی که دست از این کارات ورداری همین خب باشه با این که چیزی نیست واسه خاطر گل جمالت که مخلصشم و بهت قول میدم قول ما قول مرده هر کی هم سیرش بزنه نامرده نامرده ای حاضر از این دقیقه و ساعت رفتیم تو لاک خودمون اگه ساعت هم بزنن تو سرمون ها جوم نمیخوریم بفهم بر میخوریم بس بابا اینقدر شروع مکنه چه خبره بابا جر میزنه ناکس نالوتی تو باز شروع کردی همیشه باز سر قبار دب بکنی به تمرک بازی تو بکن دیگه نبینم جر بزنی اولی خان چیه؟ سلام چی شده؟ سلام میگم که اینکه بیش بارده بیش بارده بیش بارده بیش صفای قدمش اون دیگه کارش زاره میخوام خودم برم زیر تاب
باشه. کی بود؟ کی بود؟ بالاخره خدمتت میرسم. آخ که از دست تو زله شدم. ده به تمرگ درست تو بخون. یا الله. سلام ننه. ده نوکرتم ننه. نفسم رو بشه. دو ساعته الهی که قربونه تو ننه برم. دست خوش داری ننه. چطور ننه؟ هنوز بو گند زندون به تنت زدن لط و پاره کرد. دیگی آرش خورش نیچه. جغیر تو رو برایی؟ بگو ببینم با درس و مشق چطوری؟ میخونی که صدات خوب شه یا نه؟ میسازیم. آفره. درس و مشق میخواد چیکار؟ دم به ساعت کلاهی تو سرشه جلو آینه سان میبینه. ولش کن ننه بذار بچه بچره. بابا جون من میخوام مثل تو چهار پنج نفر رو بزنم در بود تو آقون. چی گفت؟ خوابه خوابه. هنوز ترش تو تخمه داره دنبال جفتش میکرده. جون ننه دعواش نکن. خوش داره جاپای ما بذاره دیگه. آه منصوری نامرد درست تو بخون. وقتی که درست تو خوندی و آقا شدی خودت یه پاچه ساعت نشینی. فهمیدی بابا؟ کاش بابات اون شب خواب میموند. حرفشو گوش نکن. درس تو بخون که آقا بشی. بابا جون تو که سواد نداری مگه آقا نیستی؟ این حرفا به تو نیومده. درس تو بخون. خون جون. صورت تو پاک کن. همه دفتر رو کتابامو خونه کردی. حالا فردا جواب خانم معلممو چی بدم؟ لا اله الا الله. بیا و درستش کن. ناکس داره بونه میگیره. واسه ما عمه تو جیب نخونی ها. درس تو حفظ کن بچه. دیدی گفتم بی سوادی. این نوشتن یه نه حفظ کردن. الله اکبر. اینو باش داره به ما یاد بده. درس تو بخون. پیر شدیم و حالیمون نشد. اسم اینو چی میذارم؟ زخمه. آخی مادر تو همه جا زخمه. این کارا عاقبتی نداره ها. میزم. من که دیگه از دست تو به تنگ اومدم. اون از بابات. مگه بابام چش بود؟ خدا بیامرز وقتی دست به چاقو میشد از گذر لوتی ساله تا گذر میتی موش از درخونگا تا آب انبار سل اسماعیل تموم گردن کلوفتا ریز و درشت. گوش کن پسر بفهم چی میگم. سوراخ موش و دو عباسی میخریدن و قایم میشدن. عاقبتش چی شد؟ آخرش قربونیه یه نیش چاقو شد. تو هم که علاف کوچه و بازاری از اون بابا یه همچین بچه. خانم خانم ها یه دقیقه میذاره بشینه یا پاشین بریم تو زندون. بسه بسه صدا تو کلوف نکن. فکر این بروجک باش که جون منو به لبم رسونده. بی همه چیز نامرد درست میگه. اگه مردی بگو بعد با که کتک خودتیم بعد ناکس بلا الان کبودت میکنم. اگه راست میگه سی باسی رو بزن که منده 6 میلیون دلاری اسی بزن لچو پارش کن. تو دیگه چی میگی؟ جرأت داره منو بزنه؟ الان بیاستینش میکنم به من میگن لوتی منصور فهمی یا نه؟ بیا جلو بیا جلو تو بخونه تو نه جا تشریف کن یالا جا جا مردم رو کندی. آخی بچی تو چقدر فوزی. برو بابا حالا ما گیراتی داشتیم حال میکردی. این دفعه دیگه از مدرسه اخراجت میکنم. برو بابا ببینم این دیگه که بریم دفترت باش.
هر کی بزنه میخوره. بابام گفته بچه نباید تو سر خور باشه. شما چی میگی خانم نازنین؟ تو حق نداری اونا رو بزنی. هر کی تو رو زد بیا به ما بگو، ما خودمون تنبیهش میکنیم. نده، مگه ما خودمون اینجوری هستیم؟ تا بخوایم بیایم به شما خبر بدیم خب طرف در رفته دیگه. تازه این چه زحمتیه که به شما بدیم؟ این بچه همه رو آسی کرده. میبینین چه بلبل زبونی میکنه؟ بچه سو بلبل زبونیاش. من معتقدم این بچه رو از مدرسه اخراجش کنیم. اوهوکی، منو اخراج کنین؟ مگه شهر هرته؟ اگه بیرونم کنین بابام میاد اینجا و با همتون در میافته. اگه جرأت دارین خودتون بهش بگین. امروز تو کلاس حبست میکنم، نمیذارند بری نهار تا تنبیه بشی و دیگه از این کارا نکنی. من که دیگه به هیچ عنوان سر کلاس راش نمیدم. شما که خبر ندارین، این بچه نیست، جن بوداده است. بچه یه ناراحتیه، بهتر تصمیمی دربارش بگیرید. یعنی میگین اخراجش کنیم؟ عذر میخوام، با اخراج کردن بچه کاری از پیش نمیره. پس میفرمایین چی کار کنیم؟ من معتقدم عامل اصلی اینجور ناراحتی های بچه ها رو باید پیدا کرد. آخه این بچه خیلی ناراحته. از 100 تا بچه که شما در نظر بگیرین، یکی ممکنه از نظر روحی و روانی به کیفیت این بچه برسه. آقای مدیر، بر اینم اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. اما من با این شعر مخالفم. یعنی چه؟ یعنی شما سعدی رو قبول ندارین؟ من این شعر رو قبول ندارم. آخه ما در قرنی پیشرفته زندگی میکنیم. امروزه شرورترین بچه ها رو به وسیله تجزیه و تحلیل روانی هدایت و راهنماییشون میکنن. میخواستم خواهش کنم بچه رو اخراج نکنی، بفرستینش کلاس من. مگه از جونتون سیر شدین خانم؟ دو روز دیوونتون میکنه. عیبی نداره، میخوام به شما ثابت کنم که میشه با روش صحیح تعلیم و تربیت بچه رو به راه آورد و ادبش کرد. بنده با شما شرط میبندم خانم، تا آخر سالم به شما مهلت میدم. آی مدیر خیلی عذر میخوام، اگه خانم تونستین بچه رو براش کنه، دو ماه حقوق و مزایای من مال خانم باشه. من احتیاج به حقوق و مزایای شما ندارم. ما حقوق میگیریم و باید به فکر بچه های مردم باشیم. در ضمن میخواستم خواهش کنم که از اولیای این بچه دعوت کنین بیان مدرسه. میخوام باشون صحبت کنم. متشکرم. اکبر خره است. سال کلاس اول. چه عجب اونو درست نوشتیم. مگه گیرم نیفته؟ این دفعه جفت گوشوشو با دندون میکنم. ناکس گامبو یکی هم نمید ملاقاتی ما. اقلا سیگاری، کلوچه ای، میوه ای، چیزی واسه همون بیاری، شکمی از عزا در بیاری. هیچ گرجاش تکون نخوره، درس امروز شروع میکنیم. احمد درازه، دکمت چرا بازه، گردن چکل قازه، تو که بابا تلاته باز بلد باشی، چرا کفشای جاهلا باز پاشن خواب باشه، چرا خفه خون گرفتی، چه؟ چی؟ بلد نیستی؟ به به، پس بذار واسط بگم، واسه این که وقتی میزنه تو گوش یکیو میخواد دره، کفشاشو بذاره و ار فرار. یاد گرفتی خنگ خدا؟ گشنگی مردی بابا، هر روز خدا باید زندونی بشی. نم شد کن. نه بابا، خودمون حیبت داریم، عزت داریم، شوکت داریم. ببینم اینا رفیقات هم. نه بابا، نوچه هم هم. نوچه؟ آفرین، تو نوچه هم داری؟ بله، پس چی؟ واری کلا، پیشتشون خون برم. پیشه، پیشه. منصوری، چرا اینا دنبال ما ریسه شدن؟ نکنه حیبت ما گرفته بشون؟ آره، حسابی نهیدم بابا. چیه؟ چه خبرتونه؟ برین دنبال ده تو، محصب رو بیدارو حتا میدن، هره باری اینا باره کنار تا بمیری منصوری، یه دقیقه دیگه اینچه بمیرم و دلتی پوست همو میکنم. هیچ فکر نکنن که واسه جاهل افت داره. بفرمید خشم، بفرمید. سلام بر کل جماعت. چی شو؟ بعد چوری تو هم شدن؟ نکنه یه ها عوضی فکر کنن که ما مال این دیار نیست، ما عوضی اومدیم. اقلن تو جواب سلام ما رو بده. علیک شاکران بفرما.
نومه شما رسید، ما هم خدمت رسیدیم. البته خیلی باز ببخشین که سر زده چپیدین تو. نگاه میکنم کی نومه رو نوشته بود؟ ببخشین سرکار. آجو نومه کاشی که بابا نسخه تو بکنی. خاطید اسمان مندسخر، مندسخر ملقب به میرغزب بچه خاک پاک سنگلت. چطور شما چاکر رو نمشتستی؟ مثل گاب پیشون سفید معروف خواسته همی. من تو دیگه حرف ماهرلی داشت که جماعت کرکر میکنه اینه چرا میخندن؟ من که آدم اسمو نهیدم. مثل اینکه تاله ما رو نهیدم. پا نقلی نیست، میخواستم بزنمش. خوش وقتم، بفرمایی. حق جلوت بده مرد، لاغر توی به فرمای خشک خالی به ما زدی. منصوری، منصوری ببینم چای مردمو چرا میخوری؟ یک چطور شدی یا همه ددری شدن؟ نکنه تو حیات خبری یا ما بیخبری؟ نه بابا زنگ مردسته هست. زنگ مردسته هست، ناکس کلی چیز یاد گرفته. چاکر شما، قربون شما، نوکر شما، التماس دعا مشرف. مارم دعا کنی، خوش آمدی، خوش کردی. جون داداش قدم ما سواک بود، همه چه ها خالی کردن. نقل اینجا کنی، تو همه کافه هم همینطوره. بله بابا. هیزه پدر سوخته، این کارا هنوز واسه تو زوده. اسمال آقا، جون آقا، بفرمایید به خانم معلم بچهتون صحبت کنید. خوشبختم. یا باب الهوایج، چه خوشبختی گفت. آقی شما نومه نوشته بودی؟ میدونم مزاحم کارتون شده. چاکرشون. به هر صورت لازم بود یه خورده با هم حرف بزنیم. در خدمتیم، دوست دارم قرقیوار چکی دو کلوم بگیم و دو کلوم بشنفیم و یا علی اصل و مدد مشرف. کجا را؟ اینقدر دید نزن بچه. از اینکه تشریف آوردین متشکرم. قیومتم آبجی، به جونمون که خیلی خانومی، مرد نمیبینم که بخواد چپ نگاهت کنه. جون از ما شاقش میگونم. شما لطف داریم. خلاصه کرم آبجی، این فسقر ما بگو چاکرم بچه. چاکرم؟ بله، بند ساده رو میکم. عرض کنم که همچه یه خود عوضیه. خوش دارم هر جوری که سلام میدونی شما رو به راش بکنی. بچه شما از نظر درسی خیلی عقبه. عقبه؟ اگه به سر نوشته بچه‌تون علاقه مندیم یه قدری بیشتر بهش برسیم. آبجی معلم حرفایی میزنینا، مثل که کبکتون میگه گوگور و گوگور. ببینی آبجی معلم، ما که ما خودمون چی بودیم که ولدمون چی بشه؟ لب به مطلب دور این جیغیره ما رو اللحاظ درسی خید بکشی. یه نمره 30-50 از شما چه پنون خبرشه دارم که شما دست دلوازی. 60-70 که باشه چه بیتر، بندزی پای ورقش هم خودت خیالات تخته. اما مذارت میخوام بسن که شما متوجه اصل مطلب نشدین. اینجا نمره مفت به کسی داده نمیشه. تا بچه درسشو نخونه و مؤدب نباشه و مقررات مدرسه رو رعایت نکنه، ما هیچ گونه کمکی نمیتونیم بهش بکنیم. آجا پنج انگوش میشه یه بچه. وای فسقر ناکس، نکنه به خانم بعد بیرا گفتی نشوفم. اتفاقا پسر شما منصور بچه خوبیه. خوبی ها خواهدتونه. مرسیه دیگه، جد در جدمون خوب و صبرا بودن. ما هم تختره که اوناییم. حس فرار و گریز در این بچه هست. حس فرار و گریز؟ خیلی علاقه مندم بدونم تو خونه روش تربیت این بچه چجوری. بله باز بدونی. تو مدرسه که همش بچه ها رو میزنی. میزنه؟ سر کلاس آروم نیست. آروم نیست؟ همش میخواد از زیر درس فرار کنی. مرگ من؟ بی غیرت نامرد خانم راست میگه؟ آره بابا راست میگه. وایستا که همین الان زیر کمربند سیامون کبوده میکنم. وایستا ببینم پدر دختر آبروی من تو مدرسه میبری؟ درس نمیخونی؟ میخوای لات بشی؟ میخوای چاقو کش بشی؟ کلام هم افتاد وایستا بچه؟ وایستا وایستا من جونه بابا وایستا جونه بابا تو ببینی یواش میزنه مرگ خودم یواش میزنه آنچه محله میره از جاهلا بعد میکه وایستا وایستا بچه پدر وایستا میکرد وایستا جون شما همین دیشب سیاه کبوتش کردم، گرفتی پوستشو میکنم. شما سعی نکنین بچه رو با ترسوندن وادار به یه کاری کنین که مورد علاقش نیست. آبجی معلم هرچی باشه مام حالیمونه که آدم بی سواد گور مادرزاست. توف به ذاتت بچه، هر نفس افتادم. بگذاریم، دلم میخواد منصور جونم از امروز به هم قول بده که بچه درس خون خوبی بشه. خب پسرم چشم باشه. اسما برو پایین هستم. Ne yapıyorsun? Ne
زدم آخ جون، خودم زدم، گل زدم، خودم زدم، گل زدم جون. مگه مرز داری بچه تو پشه رو زدی؟ ببخشید معذرت میخوام. بی خود کردی معذرت خواستی نکبتی؟ بازم معذرت میخوام. شیطونه میگه بزنم تو گوششا. بیا بگاه نگاه. حیف که خانم معلم اینجاست ولی گوشتو گفتی نیا. مثلا اگه خانم معلمت اینجا نبود چه غلط میکردی ها؟ حیف حیف که خانم معلم داره نگاه میکنه، وگرنه اینجوری میزدم تو گوشت، بعدش هم میپریدم رو دوشت، بعدش هم میگرفتم یه دونه گازش. منصور آخ بابا جون گفت کاریو منصور، من که گفتم معذرت میخوام. چه کار داری میکنی؟ گوشت رو خور گوشت. منصور گوشت بچه مردم خوردی. البته بلش کن بلش کن. منصور آروم باش، تو مگه قول نداده بودی پسر خوبی باشی؟ من که کاریش نداشتم، الکی هی دور بر می داشت. خیلی خوب، عیبی نداری، ولی دیگه نباید از این کارا بکنی، خب؟ چشم ماما. محمدی آینه رو بیار که ماه نو شد. احسان آقا، احسان آقا، روز روشن و ماه نو. به من گالتا اونجا رو نگاه کن. عزیز بدری توبه می روی و خوش داره به دماغ هم می کنه. بوی عطر گل یاسه، ننم از شب دلتی باسم خریده. نه نه، عطر گل بلشون خور بکه. محضر من پاچی معلمه. قیافه چطوره؟ می کنه؟ خوبه؟ دن درات می رو دن 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 بلش کن دن. بده من آینه رو. نه چطوره؟ خوبه؟ ببین خود تو چی کار کردی؟ تمام لباسو چطوره بچا؟ جاهلم، درست جاهلم. تو همه چیز سر جاشه. دستا با کشکنا برم، برم، جفت جور، همه جوره سر جاشه. رو 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 خزی میکرد خورد زمین، لباسش خاکی شد. ای بی نداره آبجی معلم، آدم ایزاد از خاک اومده و به خاکم میره. اسمال آقا اگه وقت دارین چند دقیقه وقتتون رو به من بدین. جون بخوا وقت زیاده، مخلصت آتل و باطل، بی آر و بی کار، در بست در اختیارت. بله های بچه ها وقت میخواد، وقت میخواد. منصور جون تو برو لباس تو عوض کن و درستو بخون تا من بیام، باشه؟ چش. مرسی پسرم. پدر سوخته به باباش رفته، به خانم خوشگلا که میرسه همش چشم و چشمه، اما به من ننش که میرسه همش اخم و تخمه. چه خبره آقایون لاتا؟ بفرمه شما، بفرمه بفرمه آقایون لاتا. آقایون لاتا خدافی خدافی دارشی بنده چشم آقایون لاتا با اتفیال بده ببینم اون سنگو. بفرمه خبر شده حد دست اسمال کفریه شد. خب چرا؟ من چه میدونم، هر روزی که اسمال آساد شده شراره همش داره برش. سلام سلام بمبری بلیم، سلام سلام بمبری بلیم، سلام گلی خان. چه خبره؟ خوش خبر باشی. خیلی مخلصتی. میگم گلی خان، گلی خان این مشتلق ما چی میشه؟ مشتلق هم میخواد یه دهن به خون دا برگردم. هی هی جبلی بون 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 جبلی هی هی. بابای خدا بیامرزم میگفت فباره چون بلند گردد شطرق افتاد تو گفت. بند خدا چی گفته؟ خب خانم ما بگوشیم. تو این مدت رو همه یه زیر و بم زندگیت مطالعه کردم. حق پدر مادرتو بیامرزه، لابد کلی هم حرف. بدبختانه باید بگم جای تأسفه. جای تأسفه؟ چرا؟ ماحصل زندگیت به جز یه مشت پرونده و سابقه بد چیز دیگه ای نیست. تو پروندم اون اصل هم داشتیم و نمیدونستیم. فردا که منصور بزرگ بشه به وجود پدر بی سواد و بیکار و بد سابقه ای که به قول خودت خاک گورم قبولش نداره افتخار نمیکنی. یکی یعنی میفرمایی منصور فسقلی از ما بهتر میشه؟ البته که باید بهتر بشه. امروز دیگه برای آدمای عاطل و باطل جایی نیست. یعنی شما میگی ما باطلیم؟ شیطونه میگه همچین مثلا تو گوش بغل دستی. حیف که زنی بایلا ما هم که یه مش خوردی هم تو خوشگت زد. نه نه
الله الله اکبر. نمیخواد بی خود قرولند کنی. باید بگم اسمال رفتار و روش بد تو رو منصور اثر بدی گذاشته. چطور شد؟ یواش یواش دیگه داری اون روی سگمو بالا میاری. تو نباید عصبانی بشی. چون خوشبختی و سعادت منصور بستگی به وجود تو داره. شما میگین چی کار باز کرد؟ یه عمری اینجوری تا کردیم و کلا از سر جدن جدمون نیفتاده. مرد و مردونه به دنیا اومدیم و بعدش هم همینجوری که جون به کرامان کاتبه میدیم و وسلام شد تمام. اگه علاقه مندی که منصور آدم بشه اول باید خودتو اصلاح. والا ما دیروز سلمونی بودیم، امروز هم پیش پای شما رفته بودیم حموم، الانم عین اون شیر مادر پاک و طاهری. نه منظورم اینه که باید روش زندگی تو عوض کنی. من از تو میخوام. مثلا چشاش اینه اون گل آتیش داره رگ و ریشه ای تن و بدنمو میسوزم. بله که چشمه حسود و بخیر بفرما. اونم اسمال جونت که اینقدر سنگیشو به سینه میزدی. تو به ذاتت مرد منو باش که یه عمر لافش بودن. خدایا این چش پاک و امانه. اگه به سعادت منصور علاقه مندی یه مدت کوتاهی باید دست از این کارات ورداری. والا آجی مولم الواتی و الافی تو خونمونه، یعنی ووال جونمونه. در هر صورت سعادت منصور تو خب خواهد. بله خوشبختی و آینده اون مهم کنه. اونم که بله، حتی شما بگی اگه بگی منار جنبونه به جنبونه شا نامرده کنر تو کشو نجنبونه دش که تا عبد و در به جنبه. خوشتون من من از تو خواهش میکنم. خوشبختی و آینده منصور بستگی به قول تو داره. باشه قول میدم. قول ما قول مرده.
یوغور بکش کنار، را رو واکنی، جا واکنی. تسلیت میکن قولی خان، خان جایل خراب کنی ها خوش بیار، خوش بیار مارشون از سعادت و خوشبختی منصور تو کاره، سعادت و خوشبختی منصور تو کاره. قول ما قول مرده، هر کی سرش بسنه نو مرده. یاره این بازه مارم خید بکش اگه بری شنافتی اگه کری بارندتر بکن بسادی بایسه نامرد زن صفت ببرون نفستو. اون نامردی که بتونه روزگار اسمان رو سیاه کنه لطفاش هنوز تو رحمه نرش بس اگه تو همه ی دنیا دو تا سر بی‌صفت پیدا بشه اول آخریش خودتون با تامه اسفند کافر رو ریخ به هم به سلامتی بیا پس بالا آقا بیا بچه فرق کنی کنی شای خوبم ایشاله که حال همتون خوبه و سر حالین بله؟ بله خوب امیدوارم که دیشب درستون رو حاضر کردین و خوبم خوابیدین بچه‌های خوبم باید یه قدری بیشتر به درس و مشقتون برسین چون امتحانات نزدیکه شبا سعی کنین درسای روز قبل رو مرور کنین وقتای بیکاریتون رو از کتابای کودکان استفاده کنین چی شده منصور؟ چرا ناراحتی؟ چرا دیر اومدی؟ خدای نکرده چیزی شده؟ چیزی نشده خانم پس چرا دیر اومدی؟ به مامان نمیگی چته؟ کسی دعوت کرده؟ بگو عزیزم بگو چی شده؟ روم نمیشه چرا که روت نشه؟ تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم بگو عزیزم بگو چی شده؟ بابات چی شده؟ من قول داده بود شرمندتم آبجی معلم به خدا نوکرتم
هرچی بگین لاغشم. شما چرا؟ شما که ادعای مرد میکردین و به قول و شرف مرد ایمان داشتین چرا؟ پیش اومد هیچی هیچی که نکشه و پار سنگ بر نداره شیش افمایی رو شخ. شما باز تو این مدت در حق منصوری مادری کنی. ببین اسمال، برای برگشتن هیچ وقت دیر نیست. بالاخره با همه لودگیت مسلمونی و قبول داری که هر وقت توبه کنی خدا از سر تقصیراتت میگذره. نگو که چهار ستون بدنم لرزید. به مولام علی کافر هر کی که بخواد اسمشو عوضی قسم بخوره. از این ساعت توبه توبه توبه. اگه چونم بره سر قولم هستم که هستم. قول ما قول مرده، هر کی زیرش بزنه نامرده. امیدوارم. ای داد میدم قسمت این یعرف بچم این بوده دیگه. چه خوابی کرده. شما در حق این بچه باز مادری کن. دو شیش هشت شیش و نو پونزده. آفرین. یک و یک میشه دو. خب دو یک سه. درسته. چند شد؟ سی و پنج. باریکلا پسرم. تو از امروز دیگه پسر منی، منم مادرت. اگه قول بدی درساتو بخونی و مشقاتو بنویسی بعدش میبرمت گردش و سینما. ها سینما؟ مگه تا حالا نرفتی؟ نه من شبای جمعه با بیبیم میرم شابدالعظیم، امامزاده داوود، بیبی شهربانو، سر قبرآقا. سینما تا حالا نرفتی؟ عیبی نداره، تو درساتو بخون، عوضش هر جا که بخوای خودم میبرمت. خوب؟ باشه. بیا عزیزم. گلی دود الان میام. سه چهار پنج شیش هفت هشت میشه هشت. ایوا خانم کجا؟ داشتم چایی میآوردم خدمتتون. روزی به زحمت شما نیستم. راحت مادر. به خدا نوبری خانم. از روزی که دستی به سر گوش این بچه کشیدین ها خیلی توفیر کرده. انگار نه انگار که منصور دیروزه. بچه مثل فرشته پاک و معصومه. اگه بد بار بیاد خب معلومه اینجوری میشه. راستی خانوم، میخواستم بدونم مادر این بچه کی شده؟ مرده، زنده است، طلاق گرفته؟ ای خانوم، قصهش 70 من مثنویه. چند سال پیش یه دختر نجیب و درس خونده رو واسش گرفتی. گفتیم شاید زن بتونه سر براش کنه، اما نشد. نمیدونه چقدر دانا و عاقل. اما اسمال انقدر سختی بهش داد اونم نتونست طاقت بیاره. منصور رو گذاشت رو دست ما و رفت. یعنی چی؟ کجا رفت؟ خدا میدونه. یعنی همینطوری منصور رو ول کرد و رفت؟ چی بگم والا؟ خودتون بهتر میدونین که مادر واسه اولادش بزرگترین نعمت. اما محبتایی که من به منصور میکنم، اما منصور همیشه از بیمادری رنج میکشه. درست. هیچ کس نمیتونه تو دنیا جای مادر رو بگیره. منم هر کاری تونستم کردم ولی اون مادرش رو میخواد. سلام. سلام. چیده خانم امروز خیلی خوشحالی؟ بعد از 6 سال دوری از پسرم بالاخره یه کسی پیدا شده که واسطه بشه که من بتونم بچه‌مو ببینم. خانم شیرین سعادت به اطلاعات. خانم سعادت به اطلاعات. حتما خودشی. من الان برمیگردم. خواهش میکنم. مامان جون پس کی میریم خونه؟ بذار مامان جونت بیاد بعدم میریم خونه. چی مامان جونم؟ مگه شما مامان من نیستی؟ چرا پسرم، اما مامان اصلی تو کسی دیگه است. منصور مامان اصلی تو نه.
عذر میخوام. ببخشین که منتظرتون گذاشتم. بفرمایید. شما بفرمایید. این مرد چقدر بدبختی کشیدم، فقط خدا میدونه. عوضش اسمال در حق من شوهری نکرد. من به شما حق میدم، اما هر چی باشه شما یه مادری. قلب یه مادر همیشه منبع صفا و محبته. میدونم که اسمال در حق شما شوهری نکرده، اما در حال حاضر آینده منصور باید برای شما از هر چیزی با ارزشتر باشه. پدرم همیشه به من میگفت مرد خدای زنه. منم واسه اسمال بندگی کردم، واسه اینکه دوستش داشتم. در حال حاضر منصور به شما احتیاج داره، یه مادر تکیگاه بچشه. من که حرفی ندارم، من از خدامه. بچه‌مو به هم پس بدیم، اینو تو بهترین دبستانای شبان روزی پانسیونش میکنم. تو این مدتی که از اسمال جدا شدم، با تمام ناراحتی‌هایی که کشیدم به تحصیلاتم ادامه دادم. امسالم پای کنکور دانشگاه هم. چه بهتر، از صمیم قلب خوشحالم. با این موقعیت میتونی برای شوهر و بچت مثمر ثمر باشی. نه اسمال هیچ وقت عوض شدنی نیست. دلم میخواد دوباره برگردم پیشش، اما با این وضع نمیتونم. مامان جون بریم خونه. مامان جون این خانم مادرتی، برو تو بغلش. نه تو مامان من. اگه اون مامان من بود میومد خونم. میاد پسرم. تنها آرزوم اینه که روزی کانون سرد خانواده شما تبدیل به کانون گرم خانواده بشه. این تنها آرزومه. بازم به دیدنتون میام. خدا نگهدار. متشکرم. آجدا، تو رو وجدانی؟ برو تو.
کاش که زمین خدا چاک میخورد و خاکمون میکرد، شما ما را از خلافتونی درد نمیورد. برای خوشبختی منصور باید یه مقدار گذشت داشته باشه. باشه باشه، چشم رو چشم آبچی معلم. میگم که هرچند قابل شما را نداره، ولی خوش کردم که یه نون و پنیری در خدمت همدیکه بخوردی. ای بینده تو با من چه کردی زن؟ مصرب تو شکر، یه حرفی، یه کلومی، یه بد بیرای نسار وجودمون که اقلا دیرمون خونه شه. یا الله، به خدا نوکرت هم. خواهش میکنم آمان. والا حاکی مرده، هرچی بگم اون بر خط. روزگار من کلاف سردرگمه، شرمندت هم، عوض شما یه عالم خانومی. دلم میخواست با مادر منصور آشتی میکردی. آبچی معلم، دست رو دلم نذار. طرف رفت و واسه خودش یه کسی شد، دیگه اصلا و ابدا لیاقتشو ندارم. یعنی فاصلمون انقدر زیاده که اصلا نمیتونیم با هم دیگه بپریم. اینو میدونم که خاطره اولین عشق رو هیچ وقت نمیشه فراموش کرد. اگه قول بدی اصلاح بشی، زنت به خونت بر میگرده. ما دیگه از گردنه خارجیم، هون میکشیم و به حق زامن آهو سالم و تندرستیم. بفرمایید، بفرمایید خانم، بفرمایید، بفرمایید. چادر تا میکش سر بهتون که چادر نیست، بوس حیوانه. چاکرم، قربان شما، مخلصم. آدم نباید دلخوشش این باشه که فقط زنده است. بله، به خصوص آدمی که بچه داره. درست، آینده و سعادت هر بچه بستگی به وجود پدر و مادر خوبشه. گل گفتی خانم جی. تو دیگه متعلق به خودت نیستی. خیلی ببخشینا، ما متعلق به کی هستیم؟ بله، متعلق به بچه دی. به خاطر سعادت منصورم که شده، باید از خیلی مسائل بگذری. آبجی معلم، ما دیگه عال شدیم، دربست در اختیارتیم. شما اختیار سر مارم داری، غمش کنه. قول شما قول مرده، هر کی زیرش بزنه. خیلی خوب، باشه، نامرده. از همین امشب تو دوست دارید بیاین سر کلاس و درس بخونی، چون سواد برای شما از نون شبم واجب شد. جون آبجی معلم، مچلمون نکن، بذار آبگوشت حاجی به تنمون بچسبه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامعه بر تن دارد. با سواد اینجاست. امروز برای همه ما روز خوبیه. بله، همینطوره. از امروز همگی شما درس میخونین و با سواد میشین. ایزاز خانم، البته ایزاز، من زبونم بند اومده خانم، ما میتونیم ننمونو بیاریم؟ البته که میتونی. خیلی ممنون. در گذشته هر چی بودین باید فراموش کنیم. از امروز راهی رو میریم که عاقبتش خوشبختی و سعادت به همراه داره. قربون دست شما. خیلی ممنون. دن چیه؟ کالا. چیه؟ کالا تو. چی میگه نامرد؟ کالا تو بردو. چکرم. چی گفتی؟ کالا تو سرت بردار. کالا بردارم. خب درس امروز رو شروع میکنیم. چکرم، من چی گفتی؟ آخه آبجی معلم، کسی کالا سرش بشه بعدش میاد. بعدش میاد. چکرم، قربون آبجی معلم اون برم، باز دستوراتشو با جون و دل انجام بدیم، حالا که ایشون میخواد چش رو چش. گویند مرو چوزاد مادر، پستان به دهان گل. آدم جلوی مادر بزرگش که از این حرف ها نمیزنه که. مگه من چی گفتم؟ تو این کتاب نوشته. تو کتاب نوشته، بگی ببینم. بگیر ازش، داره تقلب میکنه، بگی. بگی ببینم، تقلب بی تقلب. بنویس لبخند نهاد بر لب من. چشم بخون من. بنویس که رو فوزه من. میخوای به تو هم یاد بدم دو ترکه داری؟ نه، فعلا خودش بود. رفتم. یا خدا، خیلی که من آخر اوگی نه افنگ گرفت.
چی به روزمون اومد بابا نخواستیم یکی بله یکی بیا دست ما رو میگیرم از رضای خدا یکی به من زمین خورده کمک کنه خدا دست گیرندت شلو هم 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 قربونه دست هم خنده نداره نه یواش آقا جم یواش آنم تو بلد نیستی مکه مجبوری کیدش کرده مرگی که بگر یه پادره شما نه شما که خروز آقا آقا من ما دارم حفظ میکنم ولی یادم نمیمونه مگه رو کردم با استادم جاد گرم و نرم نمیشه لنگش کن همه دارم اما میخندن خودمونم بخندیم تو با من چه کردی؟ تعجب میکنی چه لباس کار کرده خب بچه ها را آوردی؟ آره امو اسمال رو فقشو که گفتیم کار بشه بریم شو دفتری سر صدا نمیزنه به فهمم چی میگی همون طور که بشه باش هم به همه شون کار شما از اینکه در جشن مدرسه ما حضور به هم رسانیدی صمیمانه تشکر میکنم میخواهم مطلبی را بیان کنم که دانش و فرهنگ ما میتواند در بهزیستی نونهالان عزیزمان و تمامی افراد نقش عمده‌ای داشته باشد از این رو میخواهم انسانهایی را که تا دیروز در شرایط دیگری زندگی میکردند و اینک در پرتو دانش زندگیشان شکل دیگری گرفته خدمت شما معرفی کنم اسمال آقا بچه بینو
سلام به خانم ها و آقایون محترم، از محبت همگی شما تشکر می کنم. باید بگم که این باعث افتخار منه که خانم معلم به من اجازه دادن تا چند خطی اینجا صحبت کنم. لطفا توجه کنید، به همون خدایی که همگی ما را آفریده قسم، به مرگ همین مادرم قسم. وقتی تونستم خوندن و نوشتن رو یاد بگیرم فهمیدم زندگی یعنی چی، فهمیدم که تمام عمرم و تا حالا بی خودی هدر دادم. سرور آن من همونطور که خیلی چیزا عوض شده، باید بگم که ما تو زندگی عوض شدیم، عاقل شدیم، بینا شدیم، سربزیر شدیم، تازه فهمیدیم که چی کار باید بکنیم. خدا سایه باعث و بانیش از سر ما کم نکنه. همه گی بگین آمین. بار باز خدا رو بکنی. شکر کفران نعمت حروم مادر، خودم نمیدونم چی. خوب میدونی چته، مثل این که زده زیر دلت. از وقتی که کلاس نمیری خانم معلم ازت دلخور شده. میخوام دیگه کلاس نرم. غلط میکنی، با پس گردنی میبرمت. به خدا اسمار، اگه بخوای تفره بری و برگردی سراغ لجنبازی های سابقه تا شیرم و حلالت نمی کنم، آقت می کنم. دیگه تموم، نمی خوام دیگه آقی معلم رو ببینمش. ای دل قافل،
خام بودم. به خدا میدونستم به جده سادات به دلم برات شده بود. چی به دلت برات شده بود مادر؟ یهو عوضی فکر نکنی. خوب میدونم خانم معلم دلتو برده. زبونتو گاز بگیر مادر. خاطر خواه شدی. اگه زبونت نگه چشات داره هوار میکشه. تازه رسیدی به حرف من. وقتی آدم عاشق بشه به خدا نزدیکتر میشه، قدر زندگیشو بهتر میفهمه. آره مادر، هرچی باشه من 3-4 تا پیرن از تو بیشتر پاره کنم. شما اومدین خواستگاری دختر برادر من. میدونم که جسارته، اما چاره ای نداشتم. آخه نوکرتون اسمال خیلی بیقراری میکنه. یعنی پسر شما اینقدر پابند افسانه جون شده که بیقراری هم میکنه؟ به خدا خانم بنده زاده مثل جونش افسانه خانمو دوست داره. اصلا کشت مردشه. بله غلط کرده؟ تصفر کردین کی هستی؟ ببخشین. چیشی رو ببخشین؟ مگه هر بی سر و پایی که معلوم نیست ننه باباش که لیاقت افسانه رو داره؟ او پسر لاتو باشد بگو ای پنبره گوشش بیرون کنه. لیاقت او همو زنای حرزه کافهیه. چه آدمای پر رویی. صد تا مثل تو پسرت لیاقت کنیزی و نوکری در خونه ما و افسانه رو ندارن. از اینجا برید بیرون. گفتم شما ببخشید، من که جسارتی نکردم. جسارت از این بالاتر؟ بیشتری از این بیشتر؟ افسانه پسر تو آدمش کرد. شوهرم بهش کار داد. آقا درسته که من همه کار افسانه هستم، ولی تو دنیا جواب برادر خدا بیامرزم و نمیتونم. اینا هم خودشونو داخل آدم حساب میکنن. بدلی رو روبراش کن، میخواد زن بگیره. الحمدلله کلی حقوق و مصالح گرفتم. دوست دارم دیگه برم قاطی مرغ و اسم الله. خودم هر کاری از دستم بر بیاد با صد کوچ اینا میکنم. خیلی ناچارم. نمیخوام آقا، درش ببند، ریزید بیرون. اینجور کار کرا به درد من نمیخورم. با شما هستم، یالا از کارخونه برید بیرون. خب باشه، حتما دیشب قرار کرد. نه بابا، تو هم کمش بکنه که دری، به فکر کارت باش. سلام قربان. تو بی خود کردی سلام کردی. ببخشید با چاکرتون. اصلا تو کی هستی که با تو باشم؟ خیلی باز ببخشید، من که ما چی کار کردیم؟ خیال برد داشته. تصور کردی 4 کلاس درس خوندی، یه الفبای خشک خالی یاد گرفتی، دیگه آدم شدی؟ خیال کردی هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ ماشاءالله همینطوری داری میگی. چه خبره که ما از اون بیخبریم؟ نه تو به چه جور از مادرتو فرستادی به خواستگاری دختر برادر من؟ صد تا مثل تو لیاقت نوکری در خونشم ندارم. من فرستادم خواستگاری آبچی معلم؟ آره، تو حق باز کلک، تو شارلاتان چاقوکش، تو ولگرد بی سر و پا. آدمی مثل تو که پرونده سابقش رو کوله تر بزنی کمر میشه، باید سرش رو بکرانه. بیمیرن 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 بیمیرن. ساب کن بفهم چی میگی مرد. به توی نفهم میگم که بفهم. لیاقت تو همون زندون و زنای عرضه توی کافه است. افسانه 100 تا دکتر مهندس خواستگار داره. لا لا هدالله آخه مستم تو شد. الان کنیم ببینم حرف حسابش چیه. اینقدر دکتر مهندس به روخ ما نکش. به شما خوبی نیومده. اگه خوبیم یا بدیم مرد خودمونیم. من گفتم سم 1000 بار دیگه هم میگم، داغ این بدنومی تا قیوم قیومت تو پیشونی مونه. یعنی ما حق آدم شدن رو نداریم؟ هیچ وقت. نو بسنم چون باشن هیچ وقت. لب به دوز مرد. برم کنید قلوم محبت آبجی معلمم، و الا به نون و نمکش قسم روده ها تو امامه سرت میکردم. الا تو بندسید بیرون. ای آقا اون زمان مارد که بتونی دستور بدی. من خودم میرم، میرم همون جایی که اسمال اسمال بتونن. هی با تو هم یادت باشه قبر سونه پول. بتون آبجو معلم اگه یه دفعه دیگه تیغم به پرت بگیره شاپرتو میزنم. سلام امو جون. چه سلامی؟ همه ی آتشا زیر سر توه، منم دارم با آتش تو میسوزم.
فکر نمی کنم کاری بر خلاف خواسته شما کرده باشم. دیگه میخواستی چی کار بکنی؟ بله؟ اگه به او بی سر و پا رو نمیدادی کارش به اینجا نمیکشید که بردار ننشو به پسه خواستگاری تو. دیگه واسه آدم چی میمونه؟ ولی با وجود این حقش نبود با مادر اسمال اینجور بدرفتاری کنی. پس بگو من احمق چقدر خام بودم. نه عمو جون، خواهش میکنم، مثل روز برام روشنه که تو دلباخته او لات بی سرپای چاقوکش شدی. واسه همین بود که خواستی ضمانت شو بکنم، بهش کار بدم، پول دارش کنم. نه عمو جون، چنین چیزی نیست. سعی کن ببین چی میگم افسانه. من اون لات از کارخونه انداختمش بیرون. اگه خیلی دلت براش میسوزه تو هم میتونی بری دنبالش. خیلی متاسفم. لانا، آخه خونه خراب، کی گفته بود بری خواستگاری آبچی محله؟ زن تو که میدونستی اون خونه واده به ما دختر نمیدن، واسه چی خودت منو خراب کردی؟ چه میدونستم؟ گفتم شاید وسیله خیر بشه. شد، خیلی هم درست شد. دوباره اسمال هیچی ندار شد. بلکن مادر، بلش کن. تو رو خدا، مادر، من صد دفعه به آبجی معلم گفتم، گفتم که این کارا به درد ما نمیخوره. مادر جون، تازه داشت زندگیمون سر و سامون میدونه. من از این سر و سامون اوقم گرفته، الان میرم سیر بازار که انقدر عرق میریزم توی شیکم صاب مردم و انقدر فریاد میکشم که صدام فقط به گوش خدا برسه. مصدبتو شد مادر، اگه این کارو بکنی آقت بکن، شیرم و حلالت نمی کنم. نکن، مهر تو از سینم بیرون بکن. هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن. نه ممدلی، ممدلی جون، تو یه کاری بکن، نظر بره، نظر بره لب این کوفته کاری ها بزنه. آج خانم خودتو ناراحت نکن، نمیذارمش بیراه بره. اون با من، اون فعلا یه خوده اکمانیه. ممدلی مالش ازار را بیا. اسمال آقا، تو برای این لباس رو سنید. این لباس مال خودمه، این تیتیش مامانی ها مال خودته. صد دفعه گفتم پیغمبر ما میگه آدم ها یکی هم، موسا میگه یکی هم، عیسی میگه یکی هم، اما عموی تو خیلی رو ثابت کن. اسمال ببین چی دارم میگم. دستم به دامنه دیر. شما نشان نمیشی الان برمیگم. اسمال آقا، صد کن کارت دارم، تو باید به حرفای من گوش بدی. یه دفعه گوش دادم بسته دیگه. اسمال، من چنون ناکارش کردم که واسه همیشه تمومه. یعنی کشتیش؟ باز خاطر تو هر کاری که بگی میکنه. حالا دیگه اسمال سیاه میپوشه. باز سر در این ممکنه پلیس تعقیب اون کرده باشه. زن کش نامست، میکشمت. اسمال، اسمال تو رو به خود
خدا ولش کن. خانم معلم حالش خوبه. نه نه بسه. به حرمت شیرت قسم باز این آلوکی نامرد رو ادبش کنم. پا تو از اینجا بذاری بیرون خودم رو میکشم. بس بسم نکن ننه. من باز تقاس آبجو معلم ازش بگیرم. تا پوزده بند به پوزش رسنم و ندازمش رو پای آبجو معلم دیگه اسمال بی اسمال. اسمال سب کن. اسمال چیکار کنم؟ بیم آخر عاقبت محبت. اینقدر به ای پسره لات بی سرپا محبت کردی آخرشم ایجوری جواب شما اینجور آدم ها خوبی نیومده. اصلا لیاقت محبت رو ندارم. پسره بی سر و پا. شما ها دارین زود قضاوت میکنین. اسمال تو این کار هیچ مقصر نیست. هیچ مقصر نیست. هیچ مقصر نیست. مردک صد هزار مرتبه شد که حالت خوب شد. دستم به دامنت مادر تو یک کاری بکن. اسمان رفت قلی رو بکشی. قلی رو بکشی. چی؟ تو رو خدا شما ها یک کاری بکنی. اسمان دیوونه شده. الانه که خونه قلی رو زن کش نامرد نفستو میگیرم. بابا رو باشه ببینم دام آسون شکر. صد هزار مرتبه شکر. مادر حالت خیلی بهتر از دیروزه. آه مادر، تا آدم اینجور جا نیفته قدر عافیتو نمیدونه. خداوندا همه ما رو ببخش و بیام. الهی آمین. سلام اسمال آقا، واسه ما هم دعا کنی. خیلی خوش اومدی دخترم. شما مگه نمیخواستی سر و سامون بگیری؟ منم اومدم. ایوا وقت تو با من چی کردی؟
الله. مرد غرو، بالاخره به مراد دلمون رسیدیم. طرف مال ما شد. مبارک از انشاءالله. خانم شیرین سعادتمند، وکیلم غلطه شما... بابا غلطه، هیچ معلومه چی داری میگی، چرا پرت میگی؟ اسم خانم آبجی معلمه مگه نه محمد قرو؟ افسانه خانومه. بله، به آقا بگو که درسته. بله درسته. بفرما، دروغ تو ذات ما نیست، درسته که واسه ما شیرینه، اما اسم شیرین نیست. چرا شیرینه؟ شیرینه، کی بود گفت شیرینه؟ الهی که به پای هم رد شیم ببینم بساب بسته بقیهش بریم بشکنی. آبجی معلم نداشتیم دم آخری حال ما رو بگیری یا ببینم نکنه الحق شیرینی. شیری توی؟ آره. برگشتی پیش ما؟ آره، و اگه تو قبول کنی اومدم کنیزی و تو بچه‌مونو بکنم. یا روح نبی، روحم تازه شد، الهی که فدات شد. مسیرم شما را به عقد ازدواج آقای اسمال مطلق شد. تو وکیله بگو بله تامومش اون بابا. وکیلم. بله بفر تو بقل مامانشونه دیگم اینقدر باسم او را اطفار نیا. بیا ببینم بفر با اینم بچه بفر با حاجی درشته مد برو ما رفت تو سراغ خونه اولمون. چرا گریه میکنی؟ خدایا شد تمام اینا نقشه افسانه خانم بود. نوکرشم. پس خود آبجی معلم کجاست؟ نمیتونم. اسمان آقا ایشالا که مبارک. سلام پهلوون. بدیه این نامه چیه؟ اسمان آقا برای چه نامه اومده؟ نامه؟ بره بده ببینم. عزیزان من، از صمیم قلب آرزوی سعادت همیشگی شما رو دارم. زن و مردی که صاحب اولاد شدن دیگه متعلق به خودشون نیستن، متعلق به فرزند و آینده اون هستن. شرمنده هم که نتونستم حضوراً این شادی رو بهتون به خصوص منصور عزیزم تبریک بگم. فردا من برای کسب دانش بیشتر عازم خارج هستم. خواهان سعادت همیشگی شما افسانه. یعنی افسانه منو میبخشه؟ افسانه خیلی بزرگی. تو چه هستی توی این دنیای پررنگ و ریاض، توی این دنیا که کیمیا شده مهر و وفا، مونده حرفی فقط از عاطفه ها. از پس ابرای ظلمت جهر و جهالت شدی به من تو ناظر، مثل یک آیه رحمت. تو چه هستی